سلام من رضا حسینی راد هستم و توی این ویدیو میخوام به این سوال پاسخ بدم که چرا دیجیکالا از وردپرس استفاده نمیکنه این سال بسیاری از دوستانه که میخوان کسب و کار اینترنتی خودشون رو بر پایه فروشگاه آنلاین راه اندازی کنن و اون رو با وردپرس بسازن خب طبیعتا براشون این سوال پیش میاد که اگر دیجی کالا یعنی قدرترین رقیب من توی ایران از وردپرس استفاده نمیکنه من هم نباید از وردپرس استفاده کنم شاید دلیل موفق بودن دیجی کالا این باشه که یک سیستم مدیریت محتوای اختصاصی داره در پاسخ به این سوال باید بگم که خب کاملا این سوال از بیس و پایه اشتباه هستش چرا چون که دیجی کالا یک کسب و کار بسیار بزرگ با اسکیل بسیار بزرگ و شما نباید برای شروع کار خودتون رو با یک کسب و کار بسیار بزرگ در اسکیل چند صد یا چند هزار کارمندی مقایسه کنید. شما تازه یک وبسایتی رو دارید راه اندازه می میکنید با هزینه بسیار کم با تعداد کارمندان بسیار کم وبسایتی که تازه میخواد شروع به کار بکنه مشخص نیست هنوز ایده که شما دارید اون کسب و کاری که میخواید راه اندازی کنید قرار به درآمد برسه یا نه و خب طبیعتاً ممکن هستش یه روزی به درآمد دیجی کالا برسه یه روزی ممکن هست اصلا وبسایت شما وجود خارجی نداشته باشه پس این اشتباه هست که شما بخواید بابت چنین وبسایتی چند ده میلیون تومن یا چند صد میلیون تومن هزینه پرداخت کنید تا یک سیستم مدیریت محتوای اختصاصی بنویسید شرکت اتوماتیک یا شرکت سازنده وردپرس در حال حاضر برای مدیریت کردن به روزرسانی و ساخت و ارتقاء وردپرس حدود هزار تا کارمند داره البته خب این هزار تا کارمند روی پروژه ها و محصولات دیگه شرکت اتوماتیک هم کار میکنن ولی طبیعتا چند صد نفر دارن روی وردپرس و ارتقاء وردپرس کار میکنن علاوه بر این چند صد نفر هزاران نفر توسعه دهنده به صورت کاملا آزاد دارن از کشورهای مختلف از جاهای مختلف دنیا به صورت آزاد از طریق حالا ارسال کردن کامیت های خودشون روی گیت هاب به ارتقاء وردپرس کمک میکنن پس وردپرس سیستمی هستش که توسط چند صد نفر یا چند هزار نفر برنامه نویس کاملا حرفه ای داره ارتقا پیدا میکنه مدیریت میشه و طبیعتا ساخت چنین سیستمی همین الان همین امروز برای شما چیزی بیشتر از صد میلیون تومن شاید هم خیلی بیشتر هزینه برخواهد بود و چند ماه یا چند سال یک تیم برنامه نویسی خیلی حرفه ای باید روی سیستم مدیریت محتوای اختصاصی شما کار کنن تا بتونن سیستمی مثل وردپرس رو برای شما راه اندازی کنن پس اینکه بگیم یک سیستمی بهتر از وردپرس یا حداقل مثل وردپرس رو در عرض چند ماه میسازم توسط یه تیم برنامه نویسی باید بگم این موضوع کاملا اشتباه هستش ایده خوبی نیست چرا که شما باید چند صد میلیون تومن هزینه کنید چند ماه تایم بذارید تا بتونید تازه سیستم مثل وردپرس رو برای خودتون بسازید چرا مدیران دیجیکالا اون ابتدای کار از وردپرس استفاده نکردن و من الان باید از وردپرس استفاده کنم خب طبیعتا زمانی که مدیران دیجیکالا برادران محمدی شروع به کار کردن خب وردپرس اگه اشتباه نکنم نسخه دو یا سه بود یعنی نسخه خیلی قدیمی که پنل مدیریتش هم کلی مشکل داشت معمولا برای ساخت وبسایت های خبری از وردپرس استفاده می شد. خود من سایتم رو با پی اچ پی بودم بالا حالا از وردپرس استفاده می‌کردم برای آپلود کردن یه سری فایل ها و وردپرس رو به عنوان یه آپلود سنتر استفاده میکردم اون موقع استفاده از وردپرس و ووکامرس برای یک وبسایت فروشگاهی کار اشتباهی بود پس در نتیجه برادران محمدی هم اون زمان نمیتونستن از وردپرس برای راه اندازی دیجیکالا استفاده کنن نکته دوم اینکه همین الان مجله دیجیکالا با وردپرسه طبیعتا مجله دیجیکالا که یک وبسایتیه که داره روی کانتنت مارکتینگ دیجیکالا کار میکنه یک پایه و یک بیس بسیار اساسی برای تبلیغات و بازاریابی دیجیکالا هستش داره از وردپرس استفاده میکنه الان وردپرس یک سیستم مدیریت محتوای قوی هست که دیجیکالا مجله دیجیکالا و وبسایت های بسیار بزرگ میتونن ازش استفاده کنن در نتیجه الان میشه گفت که وردپرس یک سیستمیه که شما باید برای ساخت فروشگاهیتون حداقل برای شروع کار استفاده کنید ازش خب طبیعتا حالا زمانی که اسکیل شما رسید به دیجیکالا یا وبسایت های بسیار بزرگ خب درسته وردپرس توسعه وردپرس پشتیبانی کردن از وردپرس برای شما هزینه زیادی خواهد داشت اون زمان میتونید تمام اطلاعاتتون رو منتقل کنید به یک سیستم کاملا اختصاصی کار هم نشد نداره خیلی راحت میتونید این کار رو انجام بدید وقتی سیستم مدیریت محتوای اختصاصی خودتون رو نوشتید و وبسایت شما یک وبسایت با درآمد چند صد میلیون یا چند میلیاردی در ماه شد طبیعتا میتونید از سیستم اختصاصی خودتون استفاده نتیجه حرفی که امروز میخوام بزنم این هستش که فرقی نمیکنه شما از سیستم اختصاصی استفاده کنید از وردپرس استفاده کنید یا هر سیستم مدیریت محتوای دیگه مهم اینه که شما اصولی کار کنید بازاریابی خودتون رو قوی انجام بدید سئو رو قوی انجام بدید محتوای محصولات و محتوای بخش کانتنت مارکتینگ خودتون رو خیلی عالی و خیلی حرفه ای ایجاد بکنید تا بتونید وبسایتی داشته باشید که فروش بیشتری خواهد داشت مشتریان بیشتری خواهد داشت در نهایت بتونید وبسایتتون رو با یک سیستم کاملا اختصاصی بالا بیارید و ازش استفاده لازم رو ببرید و درآمد بسیار خوبی داشته باشید پس مهمی نیست که ما از چه سیستمی استفاده می کنیم سیستم ها سیستم های مدیریت محتوا سیستم عاملی که شما باهاش کار می سیستم آمارگیری که شما ازش استفاده می کنید و تمام ابزارهایی که شما دارید ازشون استفاده می کنید نقش بسیار کوچکی در موفقیت شما دارن مهم اینه که خودتون بخواید کسب و کارتون رو به موفقیت برسونید از هر روشی شده تایم مفید براش بذارید و در نهایت بتونید کسب و کارتون رو به یک کسب و کار اصولی و قدرتمند تبدیل بکنید